سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها، این بار باخت پاکستان جنبه راهبردی خواهد داشت. خبرها از عقب نشینی احتمالی طالبان از پنجشیر حکایه دارد. به نام خدا و با تقدیم سلام به مجموعه خبری چنل یوتیوب ون سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان رزاق مامون در روی وبلاگ خود چنین نگاشته است: خبرها از عقب نشینی احتمالی طالبان از پنجشیر حکایه دارد. گزارشنامه افغانستان به نقل از منابع محلی در پنجشیر ادلاع می دهد که استر درستیز امارت اسلامی طالبان تصمیم به خروج نیروهای نظامی از پنجشیر دارد. با حواله منابع اطلاعاتی در کابل، سرجمع نیروهای مستقر طالبان داخلی و خارجی در پنجشیر به 8000 نفر کاهش یافته است. واحدهای ویژه تکاوران پاکستان پس از ناکامی در تسخیر سنگرگاه‌های مقاومتی‌ها در 22 دره فرعی از ارتفاعات پایین شده و از پنجشیر بیرون رفتند. ملیشه‌های حکمتیار بعد از حملات شبانه برای خانه‌های مردم و شکستن سنگ آرامگاه شهید قهرمان ملی کشور احمد شای مسعود از منطقه بیرون رانده شدند. فقط مفرزه های ISI در چند نقطه باقی ماندند. فیصله احتمالی عقب نشینی قوا از پنجشیر و افزایش تحرکات روزافزون جنگی و چریک نیروهای مقاومت زمستان سخت و طرح تشکیل یک قوای ملیشیایی از طالبان خود پنجشیر به قماندان ملک دره‌ای رابطه دارد. جنگ اندراب هم باعث اضطراب شدید در میان قوت‌های طالبان شده و تلفات آنان در زودخورهای پراگنده اما متواتر در حوزه پنجشیر و اندراب افزایش یافته است. نیروهای طالبان قدرت تهاجمی خود را بر موازی مقاومت در سراسر پنجشیر از دست دادند. همزمان با رسیدن زمستان، پیوسته های طالبان توان اقامت در کوتل خواباک و انجمن و دیگر نواحی سرد را از سر دست دادند. دست کم 3 تن از آنان اخیراً در خواباک یخ زده بودند. در مرکز ظاهراً به این نتیجه رسیدند که حکومت محلی را به جیران پنجشیری رها کنند. در این رابطه رایزنی های فرماندهان حقانی با جنرال جرأت و کرام الدین کرام در جریان است. تسلط بر پنجشیر علی رغم حفظ نیروهای نظامی یا سپردن آن به قوای نوع تشکیل ملیشه‌های پنجشیری برای طالبان قابل کنترل نیست. همچنان این در حالی است که گزارشنامه افغانستان رزاق مامون در پست دیگر: این بار باخت پاکستان جنبه راهبردی خواهد داشت. همگرایی روسیه و ایران با طالبان و پاکستان به نظر می رسد که در حال رنگ باختن است. پای آمریکا را از منطقه کندند و هر نوع امکان حضور فیزیکی آن را از بین بردند. حالا با طالبان که یک نیروی عجیب و مختص در دست پاکستان است، آینده خود را به قمار نمی گذارند. پاکستان با طالبانش تنها در میدان جنگ و جنجال استاده مانده است. آیا اصل پلان خروج در اماتی که گیر انداختن پاکستان در یک چنین مخصمه نبود؟ ثمره غرق کردن پاکستان در جنجال دائمی و بدون برنده شدن در افغانستان، بدون شک استمرار ضعف و بی‌دولتی در افغانستان است. مگر رخ دیگر ماجرا آن است که پاکستان نیز در این کش و گیر از رشد راهبردی و قدرتگیری نظامی باز می ماند. پاکستان انرژی پس بدهد به آنکه سود حاصل کند. اشغال افغانستان در واقع باعث اشغال فرصت‌های توسعه اقتصادی و هژمونیکی نظامی در پاکستان می شود. پاکستان در افغانستان توان می بازد و از کلان شدنش جلوگیری می کند. این شاید از اهداف پنهان روسیه، آمریکا و هند و ایران است. افغانستان ژئوپلیتیک حساس است و آینده جهان به آن رابطه دارد. جهان هیچگاه تحمل نمی کند که یک نیروی تروریستی هار که افسارش در دست پاکستان است، نظام سیاسی و جامعه افغانستان را در گروگان خود داشته باشد.
ما در آستانه تغییرات عجیب جنگی خواهیم بود. همچنان این در حالی است که سفر مخفی گلبدین حکمتیار به اشقاباد، گزارشنامه افغانستان به نقل از مفرزه اطلاعاتی جبهه مقاومت ملی خبر می دهد که گلبدین حکمتیار ظاهراً به سفارش ISI بدون اعلام رسمی به ترکمنستان سفر کرده و با مقامات دولتی آن کشور دیدار داشته است. معلوم نیست وی با کدام هواپیما سفر کرده است. وی اکنون در اشقاباد است، در حالی که وزیر خارجه ترکمنستان به کابل رفته و ظاهراً سرگرم دید و بازدید با امیرخان متقی پیرامون پروژه تاپی است. در خبر آمده است که حکمتیار در این مرحله در همکاری با انگلیس ها ماموریت های خود را شروع کرده است. این که حکمتیار در اشقاباد دقیقاً چه برنامه را دنبال می کند اطلاعی در دست نیست. همچنان این در حالی است که گزارشنامه افغانستان رزاق مامون در پست دیگر چنین نگاشته است: قطب نماهای شبکه حقانی نیای مقاومت کنین. گلایدر کمر مقاومت پنشی را که تازه داشت کمر راست می کرد با یک ضربت شکست و یک روز پیش از سقوط کابل به جمع از فرماندهان و بزرگان پنشیر در خانه احمد ولی گفت: به اندازه سرسوزن امکانات وجود ندارد، جنگ بی فایده است. اما گزارشنامه افغانستان به نقل از عناصر فعال مقاومت گزارش می دهد که در انبار گلایدر تسهیلات مشهور مانند پیکا 4 دستگاه، راکت 30 دستگاه، توب و هاوان 40 میل، دهشک 5 میل، جئو 30 دستگاه، کلاکوف 2 میل، کرینکوف 30 میل، درازنوف 2 میل و کلاشینکوف 150 قبضه، ده ها تن مهمات. اما هنوز می نالید که هیچ چیزی نداریم. هیچ کدام از این سلاح ها بر دشمن شلیک نشده و تیار و آماده به طالبان تحویل داده شد. طالبان تنها از باغ گلایدر در چمال ورده، همان باغی که همیشه نوجوانک های ستاره افغان را برای بچه بازی پذیرایی می کرد. سلاح های کلاکوف، پیکا، گرینکوف و درازنوف را کشف و مصادره کردند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما، ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم.